با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، امروز 16 ماه می سال 2019 ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. به ادامه تشریح آیه شماره 97 از سوره مؤمنون، سوره 23 قرآن ادامه می دهیم. در این آیه می گوید که وَقُلْ بگویید رَبِّ ای رب من اعوذ پناه می برم بیکَ به تو مِن از هَمَزَاتِ از نفاسات و از تحریکات و از تلقینات و از فریبه های الشیاطین نفسانیات شیطانی درونی و نفسانیات شیطان درونی دیگران که برای من بیرونی است. در آیه 98 می گوید که پروردگارا از اینان که نزد من حضور دارند به تو پناه می برم، که در اینجا می تواند که کسانی که نزد من حضور دارند نفسانیات شیطانی من باشند، می توانند نزدیکان انسانی من باشند، نزدیکان نوع بشر و یا نزدیکان نوع نفسانیت در وجود شخص. اما این بیشتر به نفسانیات درونی شخص اشاره می کند، چون امر به ظهور ندارد در این آیه، امر به حضور دارد در این آیه، به طوری که ملاحظه می فرمایید و اعوذ و پناه می برم به تو بیکا ربی ای رب من ان یحضرون از آنچه که بر من حاضر هستند. کسانی که بر من حاضر هستند اگر بیرونی باشند و ظاهر هم باشند، اگر آدم باشند، نقش آدم داشته باشند، بشر باشند، اما در اینجا فقط به حضور اشاره می کند و ظهور رو شامل نمی شود، که اشاره به نفسانیات درونی شیطانی شخص است. اون وقت در مقابل این امری که خدا می کند و به ما ترغیب می کند و به ما می آموزد که چنین بگوییم اگر مستحق باشیم، اگر راست بگوییم، بعد خدا میگوید که اینها همه کسانی هستند که از مرگ میترسند. چرا؟ چون در این دنیا همه اینها اتهام به ذکر دروغ کردند. همه این که خدایا به تو پناه میبریم، این یک موضوع خیلی مهمیه، خیلی خیلی موضوع مهمیه، که کسانی که از عرایز من نوت بر می دارند و بعد اینها رو تشریح می کنند و توصیه می دن و با بیان ساده تری و حجم بیشتری برای تفهیم دیگران کمک می کنند به من، که هستند در سراسر دنیا، این رو توجه داشته باشند که این موضوع اعاذه و موضوع پناه رو قرآن مطرح می کنه، که می گوید که دو گروه هستن که یک عدهشون حضور شیطانهای درونی رو هم نمی بینن، ولی تحت تأثیر اون هستن یا رنج می برن یا از دور از نفسانیات شیطانی خودشون آگاه هستن، دعا می کنن که خدایا من از وسوسه شیطان به تو پناه می برم. خیلی هاشون هم هستن که مثل طوطی خرد در کارشون نیست، حکمت در کارشون نیست، چیزی رو لغلغه زبان
بیشتر تکرار میکنن، یعنی حرف بی خود میزنن. اصلا نمیخوان به خدا پناه بیارن، وحشت دارن اینا از خدا. بسیاری از ملاهای ما اینطوری هستن. من قصد اینو خدا شاهد ندارم، به خصوص در این حالی که امروز هستم بیام و اصلا با ملا دهن خودم رو نجس بکنم، اصلا نمیخوام راجع به موضوع حرف بزنم، واقعا نمیخوام. حالت تهوع دارم اصلا از کارهایی که اینا میکنن. ولی خب مجبور آدم گاهگاهی برای شما اشاره بکنه که این ناله هایی که میکنن، این اشک هایی که میریزن، خدایا همچین، خدایا همچون. اینها قرآن میگه همینا دروغ میگن. هم اون گروهی که میگن ما خدایا نمیبینیم شیطانمون رو ولی ازش فرار میکنیم و به تو پناه میاریم، به ما پناه بده، هم اونها دروغ میگن، هم اونهایی که جایی رسیدن میگن ما حضور شیطان رو حس میکنیم و وحشت داریم ازش، میخوایم فرار کنیم. از اون وحشت به رحمت پناه بیاریم، از اون نکبت و مهنت به نعمت پناه بیاریم. این همشون دروغ میگن. اینها از شیطان نمیترسند، اینها از من به شیطان پناه میبرند. این دروغگوها، به اعمالشون نگاه کن، صدای فریاد این دعا در مساجد به خصوص در این ماه رمضان آسمان رو میلرزانه. نعره‌ای که میکشن و دعایی که میکنن به درگاه خدا، همه دروغ میگن، همه دروغ میگن. ببخشین که هرچی فکر میکنم استثناء قائل بشم، به شعور کمی که من دارم نمیرسه که این دروغ رو بگم. مردم دنیا رو ما به خاک و خون در غلطانده ایم. ما مردم رو تشویق به فرار از خدا و پناه در دامان شیطان میکنیم شب و روز. 57 کشور روی زمین رو به وسیله همین شیطان ها اداره میکنیم ما در حمایت از اینها. اعوذ به شیطان من الله رجیم، از این خدای دور شدنی و خدای دور. رجیم یعنی سنگ بهش دادن رفته فاصله گرفته، دور شده، رانده شده. ما از خدای رانده شده در ذهنمون، ما خدا رو میخواییم چه کار؟ ما اگر خدا رو میخواستیم خجالت بکشید. کسانی که فاقد شرافت هستید و اجازه ندارید شما دهانتون رو با آیات قرآن باز کنید، شما که یک فقره در یک نشست 500 میلیارد دلار پول این مردم بدبخت رو به استعمار جهانی میبخشید و وسیله کشتار همین مردم بدبخت رو که سرمایه هاشون رو دزدیدید، اسلحه میخرید که به جان اونها بیفتید، اون وقت تو فریادت هم بلنده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خجالت بکش. چرا برعکسش رو که واقعیت هست نمیگویی؟ تو پناه میبری به شیطان از خدای رجیم. خدای تو خدای رجیم است، خداییست که رانده شده به وسیله شیطان وجودت و به شیطان پناه میبری. کسی به خدا عقیده داره این کارهایی رو میکنه که تو میکنی؟ نیم تریلیون پول مردم رو میدزده میده به یک نیروی خارجی که تیر و تخته و آهنالات به قرازه تحویل بگیره؟ قرآن میگوید این کسانی که در دو مرحله دعا میکنن، یکی در مرحله که خدای من از شیطانی که نمیشناسم پناه میبرم به خدایی که میشناسم، دروغگو. گروه دوم میگن شیطان رو ما ظاهر حاضر کردیم، الان شیطان حاضره در من، میبینم داره من منحرف میکنه، خدای فریب خوردم، به تو پناه برم. هر دو گروه دروغ میگوین. در آیه شماره 100، زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد، گوید پروردگارا مرا بازگردان.
به دو علت من بازگردان، هم بازگردان که توبه کنم، هم بازگردان که از تو دور بشم. البته به خدا میگی که منو بازگردان برم توبه کنم، ولی در واقع توبه نمیخواد بکنه، میترسه، میگه خدا منو برگردون، من نمیخوام بیام پلو تو، من اون دنیام که گفتم که خدای از تو پناه میبرم به شیطان، برم کن بذار برم پلو شیطان، من کجا داری منو میبری؟ میگه پلو خدا، میگه من نمیخوام پلو تو بیام. میگه اینا اونا هست، اعوذ بالله از او بذار، هی از حال میره و این تصویر رو، این ادا اطفارهای میمون بازی رو که در میارن، دیدین دیگه، این تئاترهای درجه سه رو که بازی کندم، حال تهوع واقعا بشلازم، همینطور حال تهوع از مردمی که نشستند و در کمال حماقت به اینها سند دادن که سند حماقتشون هست که اونها رو در بازارهای جهانی بفروشن، از اونها هم حالم به هم میخوره. حالا یا روی جهالت یا روی نفهمیه یا روی هر طمعی هر چی که هست که دنیا رو برباد دادید، دعا نکنید. اقلا قرآن میگه، میگه شما کسانی هستین که هم اونایی که شیطانشون حاضر نیست، هم اونایی که شیطانشون حاضره به درگاه خدا میگن خدا پناه بردیم به تو، از شیطان جدا شدیم، دور شدیم، به تو نزدیک شدیم، متصل شدیم، مقارن شدیم، مقارب شدیم، همشون دروغ میگن. میگه وقتی که موقع تقارب میرسه، وقتی موقع نزدیکی میرسه، داره داری میمیری، انشالله جون از تنت در میاد، داری خدا رو میبینی دیگه، الان دیگه ناراحتی چیه؟ مگه دعا نمیکرد که خدا بیام پیش تو؟ داری میری پیشش دیگه، چه مرگته دیگه؟ میدونم اونجا که میرسه میبینه که نه دیگه کار از کار گذاشته، جوازش صادر شده، الان داره میاد که ما رو ببینه، که من نمیخوام شما رو ببینم خدا رو، من اون دنیا هم عوضی گفتم، اعوذ به شیطان، اعوذ به شیطان من الله رجیم. میگه ما اون هم همینو میگفتیم اون دنیا هم که بودیم، پناه میبرم به شیطان از خدای رجیم، از خدای رنده شده. تو خدا رو نرندی مگه از خودت؟ خدای تو خدای رنده شده است، خدای رجیمه. 1.5 میلیارد مسلمان جهان رو به این روز انداختید، شما 50-60 نفر آدم. رجیم نیست خدا برای شما؟ اگه خدای رجیم نبود، این آیا خدا رو نرندید از خودتون؟ و شما سلطنت شیطان رو قبول نکردی، شما شیطان پرست نیستی، دروغگوها. کی غیر از شیطان پرست میتونه عالم اسلام رو به این روز بندازه که شما چند نفر جانوران عجیب این کار کردی؟ شما و اون پااندازهای شیطان صفت و از شیطان بدتر و پستری که فحشای مذهبی سرمایه اون هاست، اون پا اندازه رو عرض میکنم، یه دین رو به این روز انداختند. اونها رو قرآن میگوید که کم هم نیستن، اونهایشون که بیقدرتن که کسی اونها رو نمیشناسه، اثری هم ندارن بدبخت ها به کسی، عمره غافل یه جای افتاده، اونهایی که قدرت دارن و روز به روز اسلام رو به پرتگاه انحطاط کامل هدایت میکنن، میرسن اسلام رو به اون طرف. جمعیت مسلمان دنیا در واقع با جمعیت حدود 1/4 جمعیت کره زمین، یک خودم کمترم هستم، 1/4 جمعیت کره زمین، 3/4 سرمایه های کره زمین رو داره هستن. خوب توجه کنید چی عرض میکنم. 1/4 جمعیت، 3/4 سرمایه های زمین رو داره هستن. یعنی هر مسلمانی 3 برابر غیر مسلمان دارای ثروت از کره زمینه. ببینید چطور زندگی میکنه. کی این کار کرده؟ کی این سازمان رو بخشیده؟ جز شیاطین درونی و بیرونی شما.
همه اینها کسانی هستند که صدای نعره و ناله و شیون اینها که خدایا ما رو شنید کن، خدایا ما رو شنان کن، همه اینها هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینها همونها هستند. میگه هیچ کدام اینها راست نمیگه. اینا وقتی که میمیرن یا میخوان بمیرن باید بیان، حالا دیگه از شیطان میخوان دور شن، بیان نزدیک شن به من، دیگه متصل با من بشن، اون دنیا است دیگه، داریم سفر به اون دنیا میکنیم. میگه همشون فرار میکنن. زمانی که مرگ یکی از آنها فرار رسد، گویند پروردگارا مرا باز کردن، شاید از اعمال صالح که وانهادم و انجام ندادم چیزی را انجام بدهم، و هرگز این سخن که میگوید دروغ است، لغلغه زبان است، و پشت سرشان تا روزی که برانگیخته شوند حائلی نیست. آیه 99 و آیه 100. تا جایی که چیزی بفرمایید ببینم. بله، آیه قبلی این بود که و اعوذک، و پناه میبرم به تو، ربی، ای رب من، ان، از، یحضرون، شیطانی که در وجود من حاضر است. در آیه 92 تا اون زمانی که اذا جاء میرسد احدهم، یکی از آنها را، الموت، مرگش فرا میرسه یا موتش فرا میرسه، قال، میگوید ربی ارجعون، رب رجعون، میگوید که در اونجا خدای منو برگردون، منو برگردون، من پشیمانم. یعنی دعای کاملا معکوس میکنه که من گفتم نزد تو میام، دروغ گفتم، نمیخوام نزد تو بیام. در آیه 100 که در ادامه آیه 99 هست، میگوید که لعلی، شاید که، اعمل، انجام بدهم، صالحا، اعمال صالح را، فیما، در آنجا، در آنچه که، ترکتو، پشت سر گذاشتم و انجام ندادم. خدایا منو برگردان، من گفتم میخوام بیام پلو تو، دروغ گفتم، نمیخوام پلو بیام پلو تو، منو برگردان به همون جایی که بودم. بالاخره شما دو تا قطب دارید، یه شیطان و خدا، یا به این نزدیک میشی یا به اون، از هر کدوم نزدیک بشی اون یکی دور میشی و برعکس. حالا این از خدا میخواد دور بشه دیگه، میخواد برگرده کجا؟ پلوی شیطان، که چه بکنه که اعمال صلاح و صحیح انجام بده، چون کارهای بد انجام داده دیگه، خواهد کارهای خوب انجام بده. میگه اون کارهایی که یادم رفته انجام بدم، برگردم اونها رو انجام بدم. کلا، نه، مثل این که نمی، یعنی نمیشه این، اینها بیتردید، کلمتون، اون چرا که، نه، اون چرا که بی تردید به زبان میارند، کلمتون، کلمه ایست که، هو، قائلها، که به اون کلمه سخن میگویند. فقط یک واژه است، یک لغت، و من، لغلغه زبان در واقع، و قبل از ایشان، ورائهم، و قبل از ایشان، برزخون، یک
برزخ هست، برزخ در جهت و به طرف روزی که در اون روز برگزیده، برانگیخته و مبعوث می شوند. تشکر میکنم اتاق فرمان. پشت سرشان در واقع یک ورایی هست تا روزی که برانگیخته بشوند و به حقیقت برسند. آنگاه که در سور دمیده شود، در آن روز نسبتی در میان نیست و از حال یکدیگر نمی پرسند. فإذا نفخ، و وقتی که دمیده می شود در فی در اون شیپور، در اون سور، فلا انساب، هیچ نوع سبب و نسبت و رابطه‌ای وجود ندارد بینهم، بین ایشان، یوم در آن دوران و در آن شرایط و در آن روز، ولا یتساءلوا، و هیچ کس از حال هیچ کس جستجو و آگاهی نمی طلبد و هیچ کس احوال کسی را نمی پرسد و به حال کسی کاری ندارد. تشکر می کنم. در آیه 102 به دو گروه، 102 و 103 به دو گروه اشاره می کند. کسانی که کفه ترازوی اعمالشان سنگین است، یعنی کفه ترازوی اعمال نیکشون رستگارند، و سبک میزان ها، کسانی که اعمال خوبشون در ترازوشون وزنش کمتره، اون طرف سنگینتره، کسانی هستند که به خود زیان کردند، به خود زیان کردند، خدا به اونها زیان نکرده، خودشون به خودشون زیانت کرد، خیانت کردند و زیان وارد کردند و در جهنم جاودان شدند یا در جهنم دائم شدن، سرنشین دائم شدن. فمن، و هر آن کس، ثقلت، به سنگین تر باشد، موازینه، ترازوی سنجش او، سنگین تر در اعمال خیر منظور، فاولائک، سپس ایشان، همو اهل فلاحت و رستگاری هستند، رستگار می شوند. آیه 103 و کسانی که خفت موازینه، کسانی که سبک است در واقع ترازوی اعمال خیر ایشان نسبت به اعمال بد ایشان، فاولائک، ایشان هستند الذین، کسانی که خسرو، باختند و به خسارت وارد کردند، انفسهم، بر انفس خیش، بر نفس خیش، فی در جهنم، جهنم، خالدون، خالد و سرنشین خواهند بود. در آیه، تشکر میکنم، در آیه شماره 104 آتش چهره هایشان را می سوزاند و دوزخ، و در دوزخ در واقع حالت معترض و ترشویی دارند. تلفح، می سوزاند، وجوههم، صورت های ایشان را، النار، آتش، و هم، و این که ایشان فیها، در آن آتش، کالحون، با
در واقع لبهایی هستند، دهانهایی هستند که از شکل عادی و معمولی خارج شده، یعنی صورتها و چهره در هم ریخته و وحشتناک، غیر قابل تحمل، معترض، هیجان زده، ترس، مورد ترس قرار گرفته، در چنین حالتی هستن قیافه اونها نشون میده و اینها باید در اونجا دائم سرنشین باشد. در آیه 105 به اونها گفته می شود که مگر آیات من بر شما خوانده نشد که آن را تکذیب کردید. آیه 105 علم تکون مگر نبود آیاتی آیات من بر شما تتلا خوانده شده علیکم بر شما و کنتم و شما بودید بها نسبت تکذیبون به اونها تکذیب کننده. آیه سبیل میگویند ربنا ای رب ما غلبت ای رب ما میگویند میگویند قالو ای رب ما غلبت غلبه کرد علینا بر ما شقوتنا در واقع فقدان رحم و فقدان کرامت و فقدان صفات رحمانی حضرت حق، شقاوت و شوربختی و بیرحمی و شقاوت بر ما حمله کرد و کننا و ما شدیم و گردیدیم در واقع قومن مردمانی ضالین گمراه. ما در اثر قبول شقاوت آدمهای شدیم گمراه، در واقع دفاع میکنند و توجیه میکنند گناهان خودشون رو. و همینطور در آیه 107 ربنا میگویند که رب ما اخرجنا، آیه 107 میگویند که پروردگارا ما رو خلاص کن، ما رو خارج کن. فاین و اگر عدنا ما بازگشتیم یا شرایط بازگشت به جهنم رو فراهم کردیم، پس بی تردید ما از ستمکاران محسوب میشیم. یعنی میگن ما اگر که برگردیم حتما ستمکار بودیم، ما رو رها کن بریم و دیگه بر نمیگردیم و ستمکار هم نمیشیم و مستحق جهنم هم نمیشیم. آیه 109 تشکر میکنم اتاق فرمان. در آیه 109 میگوید که گروهی از بندگان من که میگفتند پروردگارا ایمان میآوریم، ما را بیامرز و بر ما رحم کن که تو رحیمترینی. شما در این دنیا میشنوید، حالا غیر از یک سری آدم های حقباز دروغگو و خودفروش و مردم فریب و بیره و شقی، شما میشنوید که یک تعدادی هم واقعا آدم هایی هستن که میگویند که خدایا ایمان آوردیم، واقعا هم ایمان آوردند، ما رو بیامرز، ما رو بیامرز، بر ما رحم کن که تو
ارحم الراحمینی، رحیم ترین رحیم ها هستی. یه شما در این دنیا، آیه بعدی میگه میشنیدید که کته یه رو خلوص واقعا دارن این را از خدا میخوان و شما اونها را مسخره میکردید، نه اینکه خودتون دروغگو هستید، اونها راست میگفتن، این دروغگویان و راستگویان را مسخره میکردید و چنان به آنها خندیدید که به کلی یاد مرا به خاطر شما نیاوردند. وقتی که آدم مؤمن رو مسخره میکنه، یکی از اتفاقاتی که میفته این هست که آدم خدا رو فراموش میکنه که کیو داره مسخره میکنه، این چه پیوندی با خدا داره، چه ارتباطی با خدا داره، این مسخره کردن من به کجا میرسه. من امروز آنها را که به کیفر صبری که کردند پاداش دادم، آنها کامیاب هستند. آیه 110 و آیه 108 رو نخوندیم، مثل اینکه بله آیه 108 در مقابل آیه 107 که گفته می شود که خدای ما رو خلاص کن، ما به دنیایی که میریم دیگه بر نمی گردیم و خطا نمی کنیم و اگر خطا کردیم و برگشتیم معلومه که از ظلم کنندگان هست، از گمراهان هستیم. در آیه 108 می گوید که خدا می گوید باقی بمانید در این آتش گم شده و پیدا نشدنی در این آتش باقی بمانید و هیچ نوع سخنی نگویید، یعنی سخنی از شما شنیده نمیشه، حرفی به مورد نزنید، شما قابل بخشایش نیستید و باید تنبیه ادامه داشته باشه. آیه 109 میگوید که چون کان فریق میباشد یکی از من عبادت کنندگان من در گفتن این که ربنا رب من آمن ما ایمان آوردیم فغفر لنا بر ما مغفرت کن وارحمنا و ما رو مورد ترحیم قرار بده و انت و این که تو هستی خیر بهترین الراحمین رحمان ها، بهترین رحم کنندگان، بهترین راحمین، که بهترین راحمین اون راحمی است که تبدیل به رحیم شده باشه. یعنی اگر که آدم شخصیت رحیم بپذیره از راحم، خیلی به مدارج بالایی از صبر و فلاحت رسیده. و در آیه 110 میگوید که و شما فتخذ ایشان رو گرفتید به سخریان مسخره کردن و تحقیر کردن و در واقع وسیله شرم و وسیله بی‌ارزشی کردن حتی تا این که انسوکم این عملی که شما کردید، یعنی عمل مسخره کردن مردم، موجب فراموشی شما شد ذکری از یاد من، از یاد خدا و کنتم و شما بودید منهم به ایشان تضحکون در واقع به حالت خنده کردن و
مضحک تلقی کردن دیگران، اهل عبادت و اهل توبه رو به تمسخر و به استهزا کشید. در آیه شماره 111 گفته می شود که من امروز آنها را به کیفر صبری که کردند پاداش دادم و آنها فائز هستند، آنها پیروز هستند و آنها در تسخیر هستند. اینی بی تردید جزیدهم، امروز آنها را به جزا یا به پاداش الیوم آنچه صبرو در بردان صبور بودند انهم پاداش دادم و بی تردید ایشان همو می باشند غلبه کنندگان و فاتحین و مسخر کنندگان در واقع دشواری های راه رسیدن به رضای حضرت حق. تشکر میکنم اتاق فرمان. در این چند آیه‌ای که برخوانده شد همه جا موضوع قیامت و جهنم و آتش مطرح شد. ما آیات زیادی در قرآن در ارتباط با جهنم داریم و وقتی که ما آیات زیادی در قرآن نسبت به یک موضوع واحدی داریم، این سیاست غلط و این روش اشتباه رو که من دیدم که ما یک آیه قرآن رو میگیریم و به بقیه موضوعاتی که مربوط به این موضوع میشه تسری میدیم و شمول میدیم. مثلا در قرآن اگر 37 آیه راجع به قیامت داشته باشه و هر کدوم از اینها یک مبحث مشروطی رو در ارتباط با موضوع قیامت مطرح میکنه، وقت ما یک آیه ای که در قرآن راجع به قیامت آمده مربوط به یک موضوعی است که ارتباط منطقی بین این آیه، گفتار این آیه و اون موضوع وجود داره، ما یک آیه از یک جایی از قرآن استخراج میکنیم که آیه مشروطه، شرط حکمش هم با خودش آمده، این رو بر میداریم از اینجا همه آیه رو یا همه پاراگراف رو بر میداریم، چند تا آیه رو میبریم به جای دیگری که شرایط اون پایگاه با شرایط این پرواز با هم دیگه یکی نیستن. مثلا این کار پایه و اساس یک اشتباه وحشتناک تاریخ بشر است که از این ناسخ و منسوخ به وجود آمده در اثر همین اشتباه. به عنوان مثال در قرآن میگوید که چون به سکر میرسی، چطور به سکر میرسی؟ الکل میخوری، حالت سکرات به تو دست میده، حالت از خود بی خودی به تو دست میده. میگوید اگر در این حال اقامه نماز کنی نماز تو باطل است، تا زمانی که اون چرا که در نماز بر زبان میآوری مفهوم تو شده باشد. خوب عرضم رو برسید، آیه قرآن دارم ترجمه نقطه به نقطه بر لغت به لغت ترشون. اگر که ما در این موضوع ناسخ و منسوخی که به وجود میاریم از چی؟ از اینکه در این آیه اون چرا که انجام شده این است که اعلام شده که الکل حرام است و بعد ادامه میدهد که الکل حرام است، یک. دو، در مورد عبادات سخن میگوید که تو این نجسی رو که خوردی
تا وقتی این نجسی از وجود تو پاک نشده نمازت هم قبول نیست. یعنی دو موضوع 100% اشتباه، 100% دروغ و تهمت به قرآن که در اون آیه مورد نظر اینها نه سخن بر الکل است، نه سخن بر نجاست الکل، نه بر وجود الکل، در ممنوعیت الکل سخن نگفته است، در بطلان و بی‌اعتبار کردن نماز به وسیله الکل هم سخنی نگفته است. این که الکل نباید بخورید در اون آیه چنین چیزی نگفته. اصلا اون آیه ارتباط به صرف یا عدم صرف مشروبات الکلی نداره، اصلا ارتباطی با شرب شراب نداره اصلا. ولی چی معنی میکنه؟ که این آیه مربوط به ممنوعیت شراب. و دو اینکه شما اگر که شراب بخورید و نجس باشید، دهنتون نجس باشه چون شراب خوردید، نمیتونید نماز بخونید. یعنی اگر شما یک بوت شراب خوردید نمیتونید بعدش بیستید نماز بخونید. اون آیه میگن این رو اصلا چنین چیزی نیست. در چهارچوب اون آیه، نه در قرآن، از من نقل قول درست بکنید، در چهارچوب اون آیه قرآن شما شراب که بخورید نماز که بخوانید از نظر تکنیکی نماز شما باطل نیست. دروغ میگویند اون آیه مربوط به صرف الکل نیست، مربوط به نجاست الکل نیست و مربوط به ابطال الکل در اعتبار نماز هم نیست. هیچ کدام اینها نیست. اینها اصلا وجود نداره در اون آیه که ناسخ باشه یا منسوخ باشه، بلکه اون آیه در این باره صحبت میکنه که اگر عاملی همانند الکل و نظایر اونها موجب شد که تو مفهوم صلات رو نفهمی، تا نمزمانی که تو مفهوم کلمات صلات رو نفهمی نمیتوانی صلات انجام بدی. تمام شد. اون آیه فقط مربوط به این شرط است که اگر مفهوم صلات رو نمیفهمی، حالا به علت اینکه مسکر بودی، به علت اینکه خواب‌آلود بودی، به علت اینکه زبان نمیدانستی، به علت اینکه ترجمه نشده بود اون آیاتی که میخوای بخوانی، نماز تو باطل است. نه ارتباطی با شراب داره، نه ارتباطی با کباب داره، نه ارتباطی با نجاست داره، نه ارتباطی با نجس و تمیزی و هیچ کدام اینها نیست. همه اینها دروغ است، یا ناسخ و منسوخ باشد یا نباشد. شما گفته که اگر معنی نماز رو نمیفهمی اجازه نماز خواندن نداری، همین تموم شد. این هم تا آخر دنیای بشریت تا روز قیامت این اعتبار داره و هیچ وقت هم منسوخ نمیشه. هر چیزی رو به جای خودش بخوانید. منظور این که در آیه شماره 111 که راجع به جهنم در ارتباط با بقیه آیات سخن میگوید، ما روش غلطمون این است که یک آیه رو از این مثلا 37 تا 38 تا آیه آتش و جهنم و تنبیهات و عذاب و اینها بر میداریم، میبریم از این جایگاه به یک جایگاه دیگری انتقال میدیم و شمول میبخشیم. میگیم بله آقا در اون آیه مگه ننوشته که شراب اگه خوردید نماز نخوانید تا معنی نماز رو بفهمید؟ میگم خیلی خوب، اگر من شراب خوردم قرآن میگه نماز نخوانید تا معنی نماز رو بفهمید. من 10 بطرم شراب میخورم، بعدم میستم نماز میخوانم چون معنی نماز رو میفهمم. این کار چه ارتباطی به حکم شراب داره که شراب مجاز باشه یا ممنوع باشه؟ اصلا در اون مورد قرآن صحبت نمیکنه. میگوید اگر یک عاملی موجب عدم فهم تو نسبت به مطالبی باشد که در نماز داری انجام میدی، نمازت باطله.
کجای قرآن گفته که الکل مجازه که بعدن بگه مجاز نیست؟ کی این آیه الکل رو آزاد کرده که شما الکل بخورید و نماز بخوانید؟ اصلا چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ تنها وضعی که در اون آیه دیده میشه اینه که به شما میگوید که اگر مفهوم نماز رو نفهمی به هر علت، چه شراب خورده باشی، چه عرق خورده باشی، چه نخونده باشی، چه مثل 99% مسلمان ها که معنی نمازی که میخوانن نمیفهمن، نماز همه اونها باطل یک جا، برای اینکه نمیفهمن چی میگه. نماز اون 1% دیگه هم باطله، برای اینکه اون چرا هم که میفهمن انجام نمیدن، فاسق هستند اون بقیهشون. اینها فقط نادان هستند، غافل هستند. حالا در این آیه هایی که مربوط به جهنم و آتش و اینها میشود، شما هر آیه ای رو میخوانید، این دانه رو در کجا کشف کرده؟ در همون جایی که کشف کرده باید بررسی بشه. در اطراف اون آیات رو ببینید که مربوط به چه آیه ای میشه، مربوط به چه موضوعی میشه. این است که یک آیه ما از جهنم قرآن استخراج کنیم، آیه جهنم، این آیه جهنم رو قانون کنیم، بر همه اونچه که عذاب و جهنم گفته میشود شامل کنیم. اشکالاتی که ما از نظر تکنیکی در خواندن قرآن داریم اینه. اون آیه مشروط به شروط خودش هست. ببینید شرط اون آیه چیه. یک وقتی میگوید که جهنم خود رو در گذشته دیدند، یک وقتی میگوید با جهنم خود در این دنیا زندگی میکنند، یک وقت میگوید جهنم خود رو در آینده خواهند دید، یک وقت میگوید جهنم اونها در حشر واقع میشه، یک وقت میگه جهنم اونها در شکم بندش، شکم پاره اونها، شکم پاره اونها، شکمبه اونها جهنم ایجاد میشه، یک وقتی میگه اون چه که آفریدن محشور میشن و برمیخیزن و جهنم انجام میشه، بهشت انجام میشه، قیامت انجام میشه، یک وقت میگه اصلا همچی چیزی نیست. ما در مواضع مختلف باید نگاه بکنیم ببینیم که این موضوع عذاب و موضوع جهنم اولا احتسابی است یا موهبتی است، یعنی آیا خدا اینو به ما میده یا ما خودمون به خودمون میدیم؟ قانونش رو خدا داده ولی شرایط شما فراهم میکنه. آنها رو به کیفر صبری که کردند پاداش دادم، با اونها فائز هستند، کامیاب هستند. در آیه شماره 112 یکی از موضوعات بسیار دشوار آغاز می شود، فوق العاده دشوار. فرمود، سوال میکنه از اینا، حالا اومدن در اون جایی که باید مجازات بشن، جز به صبوران نبودن، جز به کسانی بودن که به اونها گفته میشه در آتش گم بشوید، خفه بشوید، حرف نزنید و از جهنم هم خلاص نمیشین، در این آتش باید باقی بمانید، همه اینها هست. اون وقت از اونها سوال میکنه که خدا چند سال در زمین توقف داشتی؟ چه مدتی در زمان در زمین بودید؟ قرآن 7 بار به مقیاس سنجش زمان در نسبیت اشاره داره که زمان یک امر نسبی است، زمان امر مطلق نیست، زمان نسبت به شرایط مکان در سرعت متفاوته. هر چقدر مکان سریعتر قالب‌های خودش رو تعویض بکنه، زمان هم پا به پای مکان سرعت به خرج میده و این در مورد ذهنیت آدم نسبت به عالم خارج کاملا وجود داره و شواهد زیادی هم در قرآن برای اثبات این موضوع داریم. قرآن میپرسه از این افراد جهنمی، حالا این افراد جهنمی در یک جهنم مکانیکی هستن، در یک جهنم فیزیکی هستن، در یک جهنم ذهنی هستن، در جهنم محشور هستن،
در جهنم انفرادی هستند. آتش این جهنم سنگ، آتش این جهنم قلب هاشونه، آتش این جهنم اموال یتیمه که از بنزین بدتره در درون این هاست که شعله میکشه. اونها رو همه رو باید که یکی یکی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. نهایت امری که از اینها میپرسه که فکر میکنی چند سال، چه مدت زمانی روی زمین بودید؟ روی زمین بودید، نه اینکه در اون سرزمین بودید، چند مدت روی زمین بودید، در زمین بودید، در ارتباط با زمین فکر میکنید عمر شما چقدره؟ حالا یا کنار زمین بودید یا بر زمین بودید یا در زمین بودید. میگویند که یک روز یا قسمتی از روز از حسابگران بایستی که بپرسیم. خدا از اینها میپرسه که فکر میکنید چه مدتی روی زمین بودید؟ از زمانی که از مادر زاییده شدید یا از زمانی که هنوز هم در رحم مادر بودید یا هنوز هم که توفاله‌ای بودید، آب بینی بودید، علقی بودید، مزغه بودید، چنین بودید، چنان بودید و قبل از اون هم اصلا خاک بودید، بودید ولی در داخل خاک بودید، گندم بودید، چو بودید، درخت بودید، اونا تبدیل به آدم میشد. حساب میکنن ها را به هر دلیل، میگن یک روز هم کمتر بوده. فرمود چند سال در زمین درنگ داشتید؟ گویند یک روز یا قسمتی از یک روز. ولی ما نمیدونیم، از کسانی که حساب بلدن، حساب کتاب بلدن بپرس. فرمود اگر در میافتید میدانستید که زمان شما بسیار اندک بود. خدا از اینها زمانشون رو پرسیدی که فکر میکنید در فکر شما، یعنی در فکر من امروز، طول زمان زندگی چقدر؟ الان من میگم 100 سال، نمیدونم چقدر، زیاد، خیلی دیگه. ولی اونها گفتن که از یک روزم کوتاه‌تر بوده. اون رو هم باز خدا اصلاح میکنه، این ذهن ما رو داره متوجه میکنه به نسبیت زمان از دیدگاه‌های مختلف، از دیدگاه کسانی که در جهنم هستند. وقتی اونها به زمین نگاه میکنند، اگه زمین نباشه، جهنم در زمین نباشه، در جای دیگه باشه، اونها میگویند که از یک روزم کمتر بوده. یعنی این طرف نشون میده که طول مدت عمر عذاب برای کارهایی که ما کردیم چقدر نسبت هاش با هم فرق میکنه. بر اساس همین آیه قرآن، یک زمان غافل شدم، یک زمان، یک لحظه، یعنی زمان لحظه، یک زمان غافل شدم 100 سال راهم دور شد. یعنی این اومده و یک لحظه با التفات و استفاده از همین آیه قرآن با 100 سال مقایسه کرده. نسبیت اول، یعنی یک نسبیت ایجاد شده، از اطلاق خارجش کرده. ذره دوم وارد میشه به ذهن ما که بیدار میشیم کاملا از خود. خدا میگه نه، از اونم کم داره. یعنی دو تا نسبیت مختلف در دو شرط مختلف نسبت به یک امر واحد انجام میشه. یعنی در واقع نوعی تقارب و تضارب در موضوع تئوری نسبیت زمان وجود داره. نسبت به شرایط مکان که تأجیل در تعویض مکان و قابهای مکانی، اگر که شما این عالم رو به صورت یک قاب عکاسی مراجعه، قاب نقاشی ببینید که یک بومی در داخل، یک فریمی در داخل یک قالبی است، حرکتی که این قالب داره معین زمان خود اون قالب در حرکت هست. امروز هم شما میبینید که در علم فیزیکی ما صحبت میکنیم، راجع به موضوعات عرفانی الان صحبت، راجع به فیزیک صحبت میکنیم. شما میبینید که امروز هم فیزیک میدونید که
دو تا فرزند داره، یکیش اسمش مکانیکه، یکی هم اسمش دینامیک. دو تا بچه داره، دو تا پسر بچه داره، یه دختر و پسر داره که اونا هست. در مقابل زمان، مکان در مقابل زمان نسبت به سرعتی که تحولات مکانی دارن زمان رو تغییر میده. مثلا در فرضیه نسبیت اینشتین، اگر جسمی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنه خیلی زمان براش کوتاه میشه، هر چقدر که سرعتش زیادتر بشه زمانش کوتاهتر میشه. یعنی این رابطه معکوس زمان و سرعت رو به نحوی شما در این آیات خیلی کم قرآن که راجع به موضوعات صحبت کرده میگوین که خدا میگه که فکر کنید چند وقت رو زمین بودی، میگن از یک روز کمتر. جواب میده که اگر در میافتی زمان درنگتان از اونم کمتر بوده. آیه های 113 و 111 و 112 و 113 قال میگوید کم چه مدتی، در چه طولی، لبیثتم شما باقی ماندید، فی الارض یا عمر کردید در ارتباط با زمین، عدد در سینین تعداد سالها، چه مدتی ماندید در زمین، چه مدتی. اینو محاسبه کنید به من بگویید بر مبنای تعداد سالهایی که روی زمین بودید فکر میکنید که چقدر، چند سال روی زمین بودید به عبارت ساده تر. در آیه 113 میگوید که آنها خواهند گفت که ما ماندیم و زندگی کردیم و بودیم در زمین، یومن روزی او یا قسمتی از یک روز، یا در یک روز بودیم یا کمتر از یک روز حتی. فسألی العادی، ولی میگن ما اطلاعی نداریم واقعا به خدا. اگر میخوایی بدونی بایستی که از حسابدار بپرسی. این آمریکایی‌ها هم همین دورن، به نظرم اونها هم همین آیه رو خوانده باشن. هر چی که ازشون میپرسی میگن از حسابدارم بپرسن. حالا اصلا حسابدار رو در عمرش هم ندیده، نه وکیل دیده نه حسابدار، ولی هر چی میپرسی میگن یا باید به وکیل نشون بدم یا از حسابدار بپرس. این یعنی نه، ولی خب به اون ترتیب مد شده که بیان کنن. در آیه عرض میکنم که تشکر میکنم اتاق فرما، آیه 112 و 113 در یک نوع نگرش به موضوع نسبیت زمان سخن میگوید، در آیه 114 خدا میگوید قال این لبیثتم شما اقامت کردید در زمین، این اقامت نکردید در زمین مگر قلیلا به اندازه کمی معادل، لو انکم کمتر از اون، قلیل از روز، اگر فقط شما کنتو تعلمون، اگر فقط میدانستید متوجه میشدید که از یک روز هم کمتر بوده. نسبیت دوم به موضوع زمان، همه اینها متشابه بودن موضوع عذاب رو در قالب‌های تشبیهی و تمثیلی قرآن بیان می‌کنه. و همونطور که در برنامه‌های دیگر سوال کردم، عذاب جهنم برای اصلاح آدمه. اگر انسان دنیای دیگری در پیش نداشته باشه، اراده دیگری در پیش نداشته باشه، توان دیگری در پیش نداشته باشه، بدون اینکه انسان توان و اراده و قدرت تصمیم گیری و علم و
الزام تعقل و تفکر و هدایت شدن، اگه اینها رو آدم نداشته باشه اصلا چرا تنبیه میشه؟ تنبیه میشه که چی بشه؟ تنبیه میشه که خوب بشه که چی بشه؟ خوب بشه. ملاحظه میکنی؟ یعنی یک آدمی رو خدا تنبیه میکنه، عذاب میکنه، یه آتش رو سرش میذاره، رو دمش میذاره، چه میکنه؟ حالا آدم شد حالا. بعد چه میخواد بکنه با این آدمیتش؟ علم کل اسماء داره، قرار تجارت بکنه، قرار عمل بکنه، قرار عدالت استقرار پیدا بکنه به واسطه ایشون. خیلی سوالات زیادی مطرح، جواب همش منفیه. پس چرا اصلا این اصلاحش کردی خدا؟ چرا تنبیهش کردی؟ چرا تشویقش کردی؟ اون که از این دنیا بردیش، اراده و اختیاری هم نداره دیگه بعد از این. مگر بعد از این انسان که از این دنیا میره از مراحل تصفیه میگذره، وارد مرحله اراده، علم، تربیت، تحول، بعثت، وارد اینها میشه مگه؟ بازم دو مرتبه. موضوعات جهنم فقط به این نیست که یکی اوتو گوداری کنده باشن و آهن و آجر و چی ریخته باشن و آدم رو بنزنن تو، اینجوری نیست. عمیق‌تر باید راجع به موضوع فکر کرد. آیه 115: آیا گمان کردید ما شما رو به بازیچه خلق کردیم و به سوی ما باز نمی گردید؟ پس می بینیم که همه این صحبت ها در بعد زمانی، در بعد مکانی، در موضوع نسبیت زمان و مکان، در صبر، در تربیت، در موضوع جهنم، در موضوع بهشت، همه اینها مربوط می شود به این که ما دنیا رو بازیچه حساب نکنیم. اگر ما به داشتن این که در آفرینش این هستی یک عقلی وجود داره و یک ارزشی وجود داره، یعنی ما اگر بگوییم که اون خالق و اون حادث و اون باعث هم دارای شعور است، هم دارای شعور است، هم دارای اخلاق است، و ما خدا رو در این دو صفت بشناسیم در خلقتش، و نگوییم که این دنیا تصادفی به وجود آمده، دیگه بالاخره همینطوری شده، یه دری به تخته خورده، این دنیا درست شده. اون فلسفه فکری رو قرآن رد میکنه. عدم بیهودگی آفرینش، که خدا باید بیهوده باشه که بیهوده خلق کنه، نادان باشه که نادان خلق بکنه، بیخرد باشه که هستی بیخرد خلق بکنه. این هستی که مملو از خرد است، بر هستی نمیتواند که زاییده مادری باشد که بیخرد باشه و فاقد شعور باشه. آیه 115: آیا اینطور تصور کردی، آیا اینطور حساب کردی که انما ما خلق کردیم عبثا هستی رو به صورت عبث و بی هدف و بی محصول و بی نتیجه و انکم و این که حساب کردید که شما لا ترجعو به سوی ما باز نمی گردید. آیا اینطور تصور کردید که ما، نه من، شما رو بازیچه خلق کردیم و شما به سوی ما، نه من، به سوی ما باز نمی گردید؟ به این دو موضوع ما در این عبارت توجه دقیق بفرمایید. در آیه 116 می گوید که متعالی و برفراز و بلند مرتبه است خدای یکتا، فرمان روای حق، که معبودی
جز پروردگار عرش کریم وجود ندارد. آیه 116 فتعالا و متعالی باد و گرامی باد و بلند مرتبه است الله، اللهی که الملك پادشاه و مالک مطلق الحق حق است. لا اله نیست هیچ معبودی الا مگر هو، آن معبود معبود واحدی که رب العرش الكريم، رب عرش کریم است، نیرویی که نیروی ربانی حق که در واقع ربوبیت و حمایت و تغذیه و نگهداری و پابرجایی و استمرار عرش رو در ادامه کرامت حضرت حق به عهده داره. آیه شماره 117 میگوید که و آن کس که بدون دلیل معبودی را در کنار خدا بخواند حساب او با پروردگار است، زیرا کافران رستگار نخواهند شد. و کسی که و من یدعو ادعا می کند و قرار می دهد مع با خدا الله اله معبودی را آخر با اله دیگر با معبود دیگر لا برهان هیچ برهان و هیچ حسابی برای او و با او نیست بیهی در این که فا اینما پس تنها یا فقط حسابه حساب او می باشد نزد ربه رب او انه بی تردید لا نمی باشند یفلح فلاحت یافته الکافرون کافرون. و بگو پروردگارا مرا بیامرز، پروردگارا مرا بیامرز و بر من رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی. و بگو و قول و بگو ربی اغفر ای رب من ببخش، گذشت کن و مرا مورد غفران قرار بده. ورحم و تو هستی دارای رحم و تو داری رحم و تو رحیم ترین رحیمان هستی و تو بهترین رحیمان هستی. بر این اساس که خدا دارای اون صفات فاعلی است که میگوید ای رب من مغفرت بر من شامل کن و رحم و مرا مورد رحم قرار بده. و انت و تو خیر الراحمین بهترین
رحم کنندگان باش. به این ترتیب ما به پایان سوره 23 میرسیم. دقایق کوتاهی، یکی دو دقیقه به تنفس میپردازیم، باز میگردیم و در کمال خوشبختی سوره شماره 24 رو آغاز میکنیم. با ما باشید.